باید خیلی مواظب باشیم، باید همه چی رو بفهمیم. اگه نقشه هاشم عملی بشه بازم اتفاقی نمیفته، چون این مثل یه ساعته، دقیق و منظم. والا من که اصلا نمیفهمم چطور میتونه اینقدر دقیق باشه، از 3 سالگیم تا الان همینطوره. ما مجبوریم همیشه صبحونه پنیر و مربا و زیتون بخوریم. انگار همه چی تو خونه ای ما مثل یه معاهده میمونه، هیچی تغییر نمیکنه. مامان عزیزم فقط به من فکر میکنه، واسه خودش کمی پنیر میگیره و میماله به نون و میخوره، بعضی وقتا میکیسن یه درستش میکنه. به هر حال تنها کسی که مامانم اونو دوست داره، باید بهتون بگم خاموش. که اون منم. یالا دخترم، قبل رفتنشم حتما میاد پشت در اتاقم و منو از خواب بیدار میکنه و اگه جوابشو ندم میاد تو. بلند شو، صبحونت حاضره. تو نمیخواد اتو کنی، شب که اومدم خودم اتوش میزنم. به هر حال مامانم شیوه های مخصوص خودشو داره. با این که 30-40 تا قفل انداختم، اما بازم وقتی میرم بیرون حواسم به دخترمه. خدایا خودت مواظب دخترم باش، میسپارمش به تو. این من نیستم. خدا، این آزلمه داره نقش بازی میکنه. منو میگی؟ من فعلا تو استانبولم. فکر نکنم نیازی باشه اینو بگم، اما مامانم نباید از این موضوع چیزی بدونه. صبح بخیر باشه خانم. صبح بخیر ملکه خانم. موفق شدم، رسیدم به شهر آرزو. همه چی خوب پیش میره. هر موقع به حرف مامانم گوش ندم، پام بدجوری پیچ میخوره و حتما یه روز پام میشکنه. وای ایپک، ای خوش اومد به استانبول ما. ببینم دیر که نکردم نه؟ نه خاله جون، ای کاش نمی اومدین. چی داری میگی عزیزم؟ باید همه جا با هم بریم و بیایم. مگه من ممکنه نیام؟ ها زود باش. ببینم آبجی ملکم از این کارمون با خبر نشده نه؟ نه خدا رو شکر خاله، آزلم به جای من خوابیده، نگران خیلی خوبه. شما چطور اومدی؟ به مامانم چیزی گفتی؟ وای شیرینی. ببینم تو خیلی هیجان زده ای؟ والا اصلا نمیتونم بهتون بگم. میشه ایشالله. صبح بخیر ملکه خانم. صبح بخیر. بالاخره رسیدی. یالا بریم داخل، زود باش. باید از این طرف بریم. سلام، باید نوبتی بریم تو، من زودتر میرم باشه؟ عزلم، مامانم ساعت 1 بهت زنگ میزنه، یه وقت از خونه نری بیرونا. وقتی زنگ زد بهش بگو ایپک تو حمومه. خب واسه نهار چی داریم؟ لوبیا داریم. اون میدونه که من لوبیا دوست ندارم، واسه همینم بهش بگو کم خوردم. قربونت برم عزیزم، یه وقت خرابکاری نکنی. آیه پک، من که نمیتونم مثل تو نقش بازی کنم، خیلی میترسم که لو بریم. اگه لو بریم چی کار کنم؟ چیزی نمیشه، نترس، داریم کار مهمی رو انجام میدیم. میدونی چیه؟ میترسم به پرواز نرسی. همین که فهمیدی نوبتت که به هم زنگ بزن باشه؟ همه چی خوب پیش میره، نگران نباش. خیلی دوست دارم عزیزم. خب دیگه میبوسمت. وای ایپک، اینجا چقدر بزرگه. اینجا رو ببین چقدر خوشگله. این اسکولو ببین، اما قدش خوب بود. میدونی زیبایی هم خیلی رول بزرگی داره دختر. حالا ببین سیفگی یلماز اوراسلان اونالیتر. امتحان شروع شده، زود باش برو. صبح بخیر. صبح بخیر. روز بخیر ملکه خانم. میشنوم، نگین چی؟ آی یه لحظه صبر کنین، دارین چی کار میکنین؟ همه لوازمتون رو جمع میکنیم خانم. اینطوری که نمیشه آقا. خب اول باید با هم حرف میزدیم، حتما راه حلی وجود داره. 3 روز دیگه تولد دخترم، اقلا اینو بذارین باشه، خواهش میکنم. همه چی صبر شده خانم، نمیتونیم کاری بکنیم. به هر حال اینام نمیتونم بدی شما رو صاف کنه خانم. آی صبر کنین، خواهش میکنم یه دقیقه صبر کنین. آی آه.
اوف، این که خیلی دیره. فهمیدم، تو حتما موفق میشی. ممنون، خدا میدونه کی منو بخوان. ببین دختر، اگه لازم شد باید صبر کنی. هنرمند شدن اونقدر هم آسون نیست. اگه از همین الان انقدر بی‌حوصله‌ای، پس برو. ببینم به تو چه ها؟ تو حق نداری درباره کسی حرف بزنی، آدم فضول. تو واقعا نوبرش آوردی دختر. منو میگی؟ بارشون، ما اومده ای، میتونی نامزدا رو بگی بیان. چشم خانم. دختر تو حتما موفق میشی. خوشم اومد جواب این پسره رو دادی. من حسابی تشویقت میکنم. واسه اینجا آرزوهای بزرگی داشتم. میخواستم لباس عروس اپیکم رو بدوزم، بعدش دست از کار بکشم. اما ببین چی شد. ناراحت نشو آبجی، حتما قسمت این بوده. اگه نشد تو خونه کار میکنی. فقط صبر کن، این کار اونقدرام آسون نیست. ملکه تاشگیر به این آسونی ها منصرف نمیشه. اگه به خودم قول دادم که لباس عروس اپیکو میدوزم و بعدش میرم، پس همین کارم میکنم. خیلی مونده اپیکم درساش تموم بشه. سالهای زیادی پیش رو داریم، حالا میبینی. زود باش، عجله کن. ببخشی لیستا کی آماده میشن؟ من خیلی وقت ندارم، باید برنامه‌مو بچینم. یه پسر هست به اسم باره، شاید اونجا باشه. اونهاش ببین اومد. اوف، این که همون پسر هست. خب راه دیگه ای نداره؟ ممنون. خب دو روز بعد بیا، نتیجه تمیزنم رو برده اعلانات. حالا نوبت توه، میتونی بری. موفق باشی. ممنون. برو. ببخشین آقای محترم، من نتونستم خودمو معرفی کنم، اما حالا خودمو معرفی میکنم. من اپکم. خب اپک، میتونم کمکت کنم؟ خب چیزه، من یه مشکلی دارم. چه مشکلی؟ ببین، من خواهرمو تک و تنها تو خونه گذاشتم. اون 5 سالشه، اسمشم ازلمه. ما وقتی بچه بودیم مادرمون ترکمون کرد و تنها راه نجات زندگیمونم همینه. من باید موفق بشم. من نمیتونم کمکی بکنم، شرمنده اخلاق ورزشیتون. نه نه، اصلا مشکل چیز دیگه ایه. یعنی اگه نوبت منو یک کمی جلوتر بندازین، خواهرمم تو خونه تنها نمیمونه، وگرنه فکر میکنه منم ترکش کردم. ها؟ خب چی میگین؟ خاله جون، خب بگو چی شد ها؟ ببین، خالتم اومد. پینوکیو نمیخواد دروغ بگی، داورا انتخاب میکنن. قیافشو ببین، گربه نره روباه مکار کجاست؟ اوف خاله جون، بیا بریم. خب بگو چی شده خاله. آقای خیری. ملکه خانم، خوش اومدین. راستش خیلی ناراحتم. شما که به هم گفته بودین خیلی وقت دارین، گفتین 2 هفته دیگه هم وقت دارم. آخه شما چطور میتونین انقدر زود این تصمیمو بگیرین ها؟ ما به کسی قولی ندادیم. با آقای مدیر خیلی حرف زدم، اما خب قبول نکردن. خب کاش حداقل زودتر اینو بهم میگفتین. اون وقت میتونستم یه کاری بکنم، اما شما. خانم محترم، ما قبلا هم بهتون خبر داده بودیم. خدمتتون عرض کرده بودم. اگه خونتون رو گرو میذاشتین. اون خونه تنها سرپناه منه. و تنها جاییه که با شوهرم خاطرات خوبی داشتم. بدهیم باشه. ان شاءالله به زودی یه کاریش میکنه. روز خوش. الو عزیزم، چی کار کردی امتحان دادی؟ اوف اصلا نپرس، ازلم بیچاره شدم. چرا؟ نمیدونم چی کار کنم، اسمم آخر لیسته. خب اگه اینطوریه زود بیا خونه، زود بیا. اوف حالا زیادتر میترسم اپک جون، بیا و از این کار منصرف شو. به هر حال خاله ملکه بهت اجازه نمیده، اون نمیذاره تو بری سینما، میفهمی؟ چه برسه به این که بخوای بازیگر شی. به به به، اوف تو دیگه بس کن ازلم، خودم همه چیو میدونم. عزیزم من درکت میکنم، اما خودت میدونی که تا شب باید خونه باشی، وگرنه قیامت به پا میشه. خب دیگه چاره ای نداریم. اونقدر مشکل نیست. باشه، بعدا بهت زنگ میزنم. نوبتتون میرسه. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
پینوکیو چرا داری گریه میکنی؟ برو پی کارت. ما میخوایم با استعدادترین رو انتخاب کنیم. یعنی چی؟ میخوام جواب منو بدی. تو چرا انقدر واسه امتحان عجله داری ها؟ چون من از یه شهر دیگه اومدم. مامانم هم از این اومدنم و از این امتحان خبر نداره. 4 ساعت بیشترم نمونده به پروازم. خب اگه اینطوریه تو برو. یعنی چی؟ همین الان؟ اصلا سر و وضعم درست نیست. باشه باشه قبول دارم، میرم داخل. خیلی ممنون. میدونی کمی اذیتم کردی اما زندگیمو نجات دادی. موفق باشی پینوکیو، راحت باش. خواهش میکنم حرفمو باور کن. نه خیر، نمیتونم حرفاتو باور کنم. همه یه مرد دروغگوئن، همشون اینه همن. میدونی من خیلی بهت اعتماد داشتم اما تو همه گوش کن عزیزم. وای خدای من، دارن زنگ میزنن. بله؟ ببینم اپیک، چرا موبایل تو جواب نمیدی؟ سلام خاله ملکه، من عزلمم. اپیک تو حمومه، لوبیارم حسابی خورد، حتی میدونی 2 کاسه خورد. باشه دخترم، مواظب خودتون باشین و تو خونه باشین، درم رو هیچ کی باز نکنین، فهمیدی؟ چشم خاله ملکه، روز خوش. بودو بیا عزیزم، بودو بیا عزیزم. بله؟ عزلم، ببینم تو گفتی اپک 2 کاسه لوبیا خورد؟ آره. ای بابا، این اصلا امکان نداره، آخه اون لوبیا دوست نداره. آره، خب اول خیلی ناز کرده که دوست ندارم، اما بعد از اینکه بهش گفتم چقدر فایده داره و سرشار از پروتئینه، دو لوبیا همشو خورد. باور کنین به خدا دارم راست میگم، همشو خورد. دخترم ببینم تو حالت خوبه؟ کاملا خوبم خاله جون، فقط کمی باهاتون شوخی کردم. فکر کنم خوشتون آیی. خیلی خوب، باشه باشه فهمیدم، بعدن بهتون دوباره زنگ میزنم. روز خوش خاله ملکه، از همینجام دستتون رو میبوسم. روز خوش. روز خوش. روز خوش. اوه، کاش منم میرفتم امتحان میدادم. ها، ملکه خواهرم اومد. این چه وضعشه ملکه خانوم؟ این خانوم میگن لباس عروستون نیست، این چه وضعشه؟ منم میخواستم بهتون زنگ بزنم نورین خانم. نه اینجوری نمیشه، نمیخوام مردم واسم حرف در بیارن که نتونستم واسه عروسم یه لباس بخرم. خب مشکلی نیست، پولمو بدین میرم یه جایی دیگه. شما اینو بگیرین مشکلتون حل بشه. من نمیخوام خواهرم به کسی بدهکار باشه. نمیخواد عزیزم، نمیخواد. من همیشه به قولی که دادم عمل کردم عزیزم. میدونم که قرارمون امروز بود اما میخوام تا آخر این هفته به هم وقت بدی. لباس عروستون رو آماده میکنم. اما چطوری این کارو میکنی؟ لطفاً این کارو نکن. دخترم، من نمیتونم این اشکا تو ببینم. ناراحت نباش، من همه سعی و تلاش خودم رو میکنم. اصلا امکان نداره ملکه خانوم، من نمیتونم کارمو به شانس واگذار کنم. کارتونو به شانس نه، به من واگذار کنی. تا امروز هیچ مشتری ازم شکایت نکرده. دفعه اولت هم نیست که اینجا میای. شما که باید این چیزا رو خوب بدونین نورین جون. والا اگه لباسمون حاضر شه خیلی خوشحال میشم. ما بزرگترین و سرشناسترین فامیل تو این شهریم، شما اینو میدونین. اگه لباس عروسی به موقع حاضر نشه اون وقت دیگه خودتون میدونین. موفق باشین خاله ملکه. یا لا زود باش، پارچه ها رو بیار، باید دامنش رو شروع کنیم. آه، ببینم همه پارچه ها رو بردن. منم واسه همین هی داشتم بهت میگفتم، اما شما اجازه ندادین. نه پارچه است نه پول، چرخ خیاطیمونم نیست، چی کار کنی؟ ببخشین استاد، میتونم بیام تو؟ بیا دخترم. Thank you.
خب اسم چیه؟ اپک تاشکر. اپک تاشکر. خب بگو واسمون چی داری؟ یه زن غریب و تنها. یعنی چی؟ یعنی نقشه یه زن غریب و تنها رو بازی میکنم. مثل چی؟ خب مثل حتمن آمادگیشو داری. شروع کن. شروع کن دخترم، ما منتظریم. مواظب باش. اوف مامان اوف. تو حالت خوبه؟ آره خوبم استاد. یه دقیقه لطفا. استاد اگه واسه هر شاگردی اینقدر منتظر باشیم وقتمون هدر میره. بیرون پر از اشتراک کننده است. شروع کن. استاد ببخشین، من این کارو نمیتونم. اپک چی شد؟ اپک چی شد؟ چرا انقدر زود منصرف شدی؟ ببین تا اینجا که اومدی حتما تمرینم کردی، اجازه نمیدم منصرف شی. یالا دختر بیا. نه استاد، من نمیتونم این کارو بکنم. پس یعنی نمیتونی؟ فکر میکردم دختر باوشی هستی و میخوای همه ما رو غافلگیر کنی، اما اشتباه کردم. ازش خواستم شانسش رو امتحان کنه. استاد من اومدم. اگه اجازه بدی میخوام یه بار دیگه امتحان کنم. باشه بفرم. میدونی شوهرم آدم خیلی باحالیه. معذرت میخوام صنایع دقیقه صبر کن. تو اصلا نگران نباش، بهترین پارچمو بهت میدم. واقعا ازتون خیلی ممنونم، پولتونو خیلی زود براتون میارم. اصلا مشکلی نیست ملکه خانم، پارچه رو بگیر و برو، هر موقع داشتی بیار بده. به خدا اگه اینجوریه ازتون پارچه نمیگیرم. من خیلی وقته که مشتریتونم، میدونین که چه عادتایی دارم. عوضش بهتون سند میدم. حالا کی از شما پول خواست؟ میدونم تو چه شرایطی هستین. گفتی به بانک رفتم. ملکه خانم منم وجدان دارم. باور کن خیلی ناراحتم کردی. بگیر و برو. هر موقعم که داشتی بیار بده. این انگشتر پیشتون باشه. اگه تو 10 روز دیگه پولتونو نیاوردم اینو بفروشی. شما ملکه خانم. ازت معذرت میخوام آقا کم. آقا امین دارم قسم میخورم دیگه. راستی ببینم تو به کی زنگ زدی؟ نه بابا، خب اگه من زنگ بزنم چه فایده؟ تو که اصلا جواب نمیدی. باشه بعدن با هم حرف میزنیم. سینه ها دیدی که نام زدم چجور آدمیه؟ الو؟ نه من با هیچکی نیستم. آره گفتم سینا، چون بعضی وقتا به خودم میگم سینا. نه خونه کسی نیست. آره بچه خوابه. آره شیرشم خورده. آره جیشم کرده. آره اونجام بردمش. میدونی انگار همه دستشویی داشتن، ما هم دقیقا یه ساعت تو صف بودیم. خیلی خوب، همینقدر کافیه. اجرات خوب بود. ممنونم استاد. ایپک تاشگر این فرمتم بگیر. ببخشید معذرت میخوام. مثل یه خاطره ازش محافظت میکنی؟
چی شد دختر؟ ببینم قبول شدی یا نه. تو رو خود حرف بزن عزیزم. فکر نکنم قبول بشم. ببینم امتحانش خیلی سخته. میشه بگی داورا چی به آدم رسیدن؟ امتحانش سخته یا نه؟ آفرین، کارت خوب بود. اصلا از من خوششون نیومد. هر کی امتحان میده همینا میگه. خیلی استرس داشتم. داورا ازم خوششون نیومد. فکر میکنم قبول نمیشم. اما اجرات خوب بود. یواشکی داشتم نگاهت میکردم. گربه نری. خب دوستان، یه ساعت ساب میکنیم. میتونین تمرین رو استراحت کنین. موفق باشین. دیدی پینوکیو؟ داورا ازت راضی هن. فکر کنم تو قبول میشی. فکر نمی کنم. اپک جون بی خیال دیگه، انقدر ناراحت نباش. بذار هر اتفاقی میفته بیفته. تو هنوز درسات هم تموم نکردی عزیزم. اخ من که میگم تو باید تو مسابقه زیباترین دختر ترکیه اشتراک کنی. یکمی قدت کوتاه اما مهم نیست. نه خیلی ببخشین، من با استاد آرکان کار داشتم. خب اونا داخلن، یه ساعت دیگه کارشون شروع میکنن. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. همش همینقدر بود. من قبول نشدم. اوه، اون وقت به مطلقم میگن. مثل یه خاطره ازش مواظبت کن. عزیزم اینو بپوش، سرما نخوری. دنیز پیش مامانشه نه؟ میدونی از وقتی نتایج اعلان کردن همونجاست. خیلی ناراحته. چند دفعه بهش گفتم بیا اما میگه نه، به نظرم ناامید شده. راستش آرکان میدونی واسه همین اومدم پیشت. تو که میدونی هر سال سیستم امتحانات تأخیر میکنه، یعنی نمیتونم راه حل مشخصی پیدا کنم. به خدا اصلا نمیدونم. منم با تو موافقم. دنیز باید یه دفعه دیگه هم امتحان بده. خودم میرم باش حرف میزنم. کار خوبی میکنی. اینجا همون میدونه معروفه. آره خاله جون، نکنه تو ندیده بودی؟ تو تلویزیون دیده بودم. دختر تو خیلی جرأتت زیاده. چجوری تونستی من رو همچین جایی بیاری؟ اومدن ما به اینجا اصلا خوب نیست. خاله محلو سب کن، نمیبینی؟ اینجا دخترهای زیادی هستن. عزیزم ما با اونا فرق داریم. ما دخترهای خانواده های خوب هستیم. اونا با ما فرق دارن، میفهمی یا نه؟ اما چرا؟ مادر بزرگم تعریف میکرد که آدم های مست و ملنگ و بیکاره و دوز هرچی هست همشون همینجا جمع شدن. خاله جون اون به خاطر اینکه به ترسونتت این چیز رو بهت گفته. هیچی نیست، خودت ببین اینجا هم جزی از استانبوله. منم با تم اصلا نترس. بیا دیگه بیا. آی اپک بیا همینجا خدافزی کنیم. خواهش میکنم، من میخوام برم خونه. برو سوار ماشین شو. باشه یه راست برو طرف فرودگاه. فهمیدم خاله جون. اپک یادم رفت، اینو بگیر بیا، لازمت میشه. باشه بعد برو. خاله جون تو هم که همه پولاتو دادی به من، اگه نگیری ناراحت میشم. بگیر بیا عزیزم. خیلی ممنون خاله جون، ای کاش زحمتتون هدر نمیره. زود باش دیگه عزیز خاله، برو. خواهر جون تبلیغات نترس. ای وای پیش عمو اسمت رفتم، دیدم که خیلی ترافیکه. بعدش از ماشین پیاده شدم و تا اینجا پیاده اومدم. مغازم مشتری زیاد بود اونجا. شیرینی من که چیزی نخریدم. مامان جون بودا بیا تو. کدوم گوری رفته کجا بودی؟ کجا میتونم برم مامان؟ همین که از خونه زدم بیرون همه جا ترافیک بود. پیش عمو اسمتت رفتم. این عمو اسمتم یه بار شروع به حرف زدن کنه، اون وقت خدا نجاتت بده مادر جون. باقی پولمو اصلا نمیداد. انقدر حرف زد که آخر پولمو ول کردم اومدم. اگه از یه خانواده خوب نبودم فکشو میآوردم پایین. عمو اسمت خوش اومدین. دختره یه دیوونه داری به هم دروغ میگی. زود باش بگو کدوم گوری رفته بودی. مامان دختره تو دیگه آبرو اونو بردی. خودم آدمت میکنم، الان آدمش میکنم. تو باید کتک با آمانی کرد به نگه سر جاش. چاقالو بگو شیرنیا کجاست ها؟
نکنه همشو کوفت کردی؟ کجا رفته بودی؟ پولا رو چی کارش کردی؟ جواب بده، مگه نرفته بودی شیرنی بخری؟ مامان، یه خرگوش بزرگو دیدم، خیلی ترسیدم از ترس، شیرینی رو همونجا ول کردم و اومدم، باور کن خیلی ترسیده بودم. خوب گوشاتو وا کن چاغالو، خوب گوش کن چی میگم، یه ذره نه خیلی ساده ای، به همین خاطر باهات کاری ندارم، اما اگه تا یه شنبه همه پولامو به هم پس ندادی اون وقت بهت رحم نمیکنم، فهمیدی؟ باشه مادر جون، فهمیدم. به شیرینی هم از این به بعد نگاه چپم نمیکنی، فهمیدی؟ نمیخورم مادر جون، میدونی که رژیم گرفتم. خدایا خودت بهم صبر بده، دارم دیوونه میشم. فده سرت دیگه، یه سیلی دو سیلی که چیزی نیست. اومدم. حالا چطوره مامان؟ منم رفته بودم ماست بخرم، ولی از شانس بعدم تموم شده بود. میدونم، ما که از استانبول تا حالا ماست خریدیم که این بار دوممون باشه ها؟ دخترم تو برو خونت، مادرت نگرانت میشه. غلط کردم ایپک. مگه بهت نگفته بودم که دیگه حتی اسمشم نباید بیاری؟ ها؟ نکنه تو هر کاری که دلت میخواد میخوای بکنی؟ تو چطوری میتونی همچین کار احمقانه ای رو انجام بدی؟ ایپک من با تو هم، جوابمو بده. این کار احمقانه ای نیست، این آرزوی منه. این آرزوته؟ تو اصلا به فکر زندگی خودت هستی دختره ای دیوونه؟ روز معلمو چطور فراموش کردی ها؟ همه روز سعی کردی یه شعر رو بخونی اما نتونستی. یادت میاد؟ اومدی پیشم و یه ساعت گریه کردی و گفتی مامان جون لطفا منو از اینجا ببر. حالا چی شده که این شده آرزود؟ حالا دیگه بزرگ شدم، اون موقع خیلی کوچیک بودم، بچه بودم. هنوزم بچه ای و خیلی بزرگ نشدی دخترم. مامان من الان 17 سالمه، من بچه نیستم. آره میدونم که 17 ساله‌ای، قبول دارم، ولی هنوز رفتارات بچگونه است، وگرنه هیچ وقت انقدر لج نمی‌کردی. میدونی که منو به چه وضعیتی رسوندی؟ ها؟ خودتو دروغگو و از منم یه دیوونه ساختی. خدایا وای خدایا، من چه گناهی کردم که داری اینجوری زجرم میدی ها؟ راستشو بخوای تو ما رو به این روز رسوندی. اگه تو آرزوهام بهم کمک نکنی مجبورم دروغای زیادی بگم. آرزوهات؟ تو همچین آرزویی داری؟ آره آرزوی تو همینه. منم واسه خودم آرزوهای زیادی داشتم. وقتی پدرت منو با یه دختر 5 ساله تنها گذاشت آرزوهای زیادی داشتم، همشو فراموش کردم، ولی حالا ببین چی شد، ببین چی شد، ببین چی شد. الانم تو میخوای منو تنها بذاری؟ من برات هیچ ارزشی ندارم، هیچ ارزشی ندارم. میدونی که تو اون یه سال نزدیک بود دیوونه بشم. اگه بلایی سرت میومد اون وقت اصلا در مورد منم فکر کردی؟ تو اصلا به فکر من نیستی. چرا مثل مادرهای دیگه نیستی؟ هیچکی با رفتن دخترش به استانبول مخالفت نمی کنه. ایپک خانم من نمیذارم بری. دختر کمال تاشکر میخواد بازیگر بشه. من تحمل شنیدن این حرفو ندارم. ملکه دخترشو فرستاده استانبول تا بازیگر بشه. من نمیذارم. تا وقتی عروسی نکردی هر چیزی که من گفتم باید همون کارو انجام بدی. از سر راه هم برو کنار. آرزود برآورده شد، امتحان اصلا خوب پیش نرفت. خب از اولش هم معلوم بود که اینطوری میشه دخترم. همش دارم بهت میگم که تو اصلا استعدادشو نداری. من تو رو به دنیا آوردم، آخه تو هفت پشتت کسی بازیگر بود؟ یکی یه چیزی بهت گفته فراموشش کن دخترم. این آرزوهای بی خودتو بنداز دور، نمیخوام بعدن از کارت پشیمون بشی.
تا وقتی که نتیجه امتحان کنکورت معلوم میشه از این خونه هیچ جایی نمیری. اگه تو کنکورم قبول نشدی بعد از اونم نمیتونی جایی بری. میخواد بازیگر بشه. اگه تو رشته پرستاری قبول نشدی اون وقت میبینی چه روزی به سرت میارم دختر نازم. قلبم رو بشکاف، بار آخر باشد. نگاهی به آتش قلبم، یک به یک رازها فاش شود. دنیا مثل یک خواب است، اگر امروز ناراحت باشم درکم کن. فردا همه چیز تغییر خواهند کرد، همه چیز. Yangına gir, sırlar çözülsün birer birer. Dünya bir hayal değil. Bugün kederliysem anla beni. Yarın her şey değişir. Bugün kederliysem anla beni. Yarın her şey değişir. Aşk bir yangın. Bırak tutusun aklı, aşk aydınlık, kalbimde yanan ışık. Aşk bir yangın, bırak tutusun aklı, aşk aydınlık, kalbimde yanan ışık. خدایا خیر باشه. اومدم اومدم اومدم. لطفاً بگین آماده است. بیا تو با چشمای خودت ببین. شما بفرمایید. از اون طرف بفرمایی. وای این خیلی خوشگله عزیزم. یه بار بپوشش میخوام تنت ببینم. برای پوشیدنش وقت نداریم، امشب عروسیه. اگه اندازه بود که خیلی خوب، اگه نبود مجبور همینو بپوشه. معذرت میخوام دخترم، ناراحتت کردم. خدا کنه خوشت بیاد. دست درد نکنه خاله جون. بفرمایین. لازم نیست نور این جون،
به وقتش نتونستم بدوزم. فکر کنین هدیه عروسیش از طرف منه. وای نه اینجوری نمیشه. میشه میشه، چرا نشه. انشالله خوشبخت بشی دختر نازم. خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. نتیجه امتحان کنکور 1,000,000 مواصل امروز اعلام شد. نتایجی که چندین روز میلیون ها آدم منتظرش هستند. ایپک! نتایج امتحان کنکور اعلام شده، ببین. دیدم مامان. حالا دیگه خوشحال باش، تو رشته پرستاری قبول شد. خدایا شکرت. خیلی خوشحال شدم، این رشته برات عالیه. آهای عزیز مامان. خدایا شکرت، هزار بار شکرت. میرم به فضیلم اینو بگم. ایپک چی کار کردی؟ از نتایج امتحان چه خبرها؟ من که نتونستم برم اونجا و خبرشو بگیرم. سایتش کی باز میشه؟ خاله جون مهم نیست، فکر نمی کنم قبول شده باشم. دختر جون بازم یه بار میدیدی، از روزی که با تو رفتم بیرون آبونونو زهرم کرده، اصلا نمیتونم از خونه بیام بیرون. دخترم داری با کی حرف میزنی؟ نه داداش، شماره رو اشتباه گرفتی. مامان جون به داداشش زنگ میزد. اوف، این دیگه کیه؟ میدونم ازم ناراحتی، پیش کی میرفتم ایپک؟ قبول نشدم. عزلم بس کن دیگه، چرا گریه میکنی؟ بسه، بیا تو حرف میزنی. مادرم اصلا آروم نمیشه، از صبح تا حالا هی میگه پولامو پس بده. اگه پولاشو بهش پس ندادم اسم منم عزلم نباشه. خب تو از قبول نشدنه، تو من از قبول شدنم شکایت دارم. تو قبول شدی؟ کدوم رشته؟ رشته پرستاری. راست میگی؟ آی اشکال نداره، ناراحت نباش، هیچی هم نشه، از هم که جدا نمیشی. من خونو میبینم حالم بعد جور خراب میشه، آخه چجوری پرستار بشم؟ امتحان استانبول چی شد؟ هنوز نتیجهش نیومد؟ خب شاید اومده باشه. چی شد؟ دوست داشتی چی بشه؟ امتحانش که خوب نبود، فکر نکنم قبول شده باشم. تو یه ذره هم امید نداری؟ غذا خوردی؟ نه. من الان یه چیزی برات میارم. باشه قبوله. زود میام. عزلم چیپس میخوری؟ آره میخورم. چطور امکان داره؟ مگه خودتون نگفتین میتونین خونه رو ضمانت بذارین؟ این حرفا که قبل از تخلیه گفته بودم ملکه خانم، از دست من کاری بر نمیاد. کارمندای بانک بدهیای شما رو چک میکنن. ببینی این دخترم تو دانشگاه قبول شده، حالا باید خرج و مصارف دانشگاه اونم بپردازم. من باید زودتر کارم رو شروع کنم. بانک ما نمیتونه خونتون رو به عنوان گرو قبول کنه، اما یه دوستی دارم که توی یه بانک دیگه کار میکنه، اگه خواسته باشین یه بار باش حرف بزنین و ازش وام بگیرین، بدهیای ما رو هم تسویه کنین، بعدش منم لوازمتون رو بهتون پس میدم. باشه خوبه آقا خیری، همین الان میرم پیشش. آره ایپک تاشکر. نمیخوای کمک کنی؟ خیلی ممنون، روزتون خوش. ایپک تو قبول شدی؟ چی؟ تو رشته یه سینما قبول شدی دختر؟ آ
آی آی یواشتر پسرم خراب میشه. بعد چطوری میخوای درستش کنم؟ باشه خانم، حواسم هست. خدا هیچ وقت ما رو شرمنده نکنه. آمین بگو دخترم، آمین. همشو فدای سر اپیکم میکنم. کافیه مادرشو ناراحت نکنه و درساشو خیلی خوب بخونه. ای وای خواهر اپیک اومد. مامان این چه وضعشه؟ ماشین رو واسه ترمیم برده بودن، همشون رو درست کردن و دوباره برگشتوندن. منم از این فرصت استفاده کردم و شروع کردم به تمیزکاری. ای بابا چرا به هم نگفتی؟ تو مگه ازم پرسیدی؟ من دو روزه که دارم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنم، اما تو هنوز خبر نداری. تو که گفتی مغازه آتیش گرفته. من گفتم آره آتیش گرفته بود. بعد جوری هم آتیش گرفته بود. خب چیزی که شده دیگه. مامان جانم. مامان میشه با هم حرف بزنیم؟ خب حرف بزن دیگه. اینجا که نمیشه، بریم بیرون حرف بزنیم. دخترم میبینی که سرم خیلی شروعه، نمیشه شب تو خونه با هم حرف بزنیم؟ مامان خواهش میکنم باید حرف بزنیم. باشه حالا که عجله داری. باشه بریم. خدای من تو به کارت برس، منم زود برمیگردم. موفق باشی آب جینگین. ممنون. ممنون. خب دیگه میخواستی چیزی بگی شروع کن، میشنوم. مامان جون. مامان گلم، من تو رشته سینما قبول شدم. تو همچین روزی نباید این حرفو به هم میزدی. مامان جون به حرفم گوش بده. ببین از بین 600 نفر فقط 10 نفر رو انتخاب کردن. از این 10 نفر یکیش منم. مامان بهت بهم افتخار کنی. معلومه که بهت افتخار میکنم. بعد از امروز تو یه پرستاری دخترم. مامان من نمیخوام پرستار بشم. اپیک من نمیخوام با آرزوهای تو زندگی کنم. این زندگی مال منه. میخوام رشته سینما رو بخونم. تو متوجه نیستی که چقدر الان خوشحالم؟ میخوام هنرمند بشم و تو رشتشم قبول شدم مامان. آرومتر. اگه این موضوع باعث افتخار بود منم مثل تو خوشحال میشدم.